کشورهای اروپایی مدعی دفاع از حقوق بشر هستند اما بررسی دقیق تر بخشهای مختلف برخی از این کشورها نشان می دهد که واقعیت چیز دیگری است بر اساس گزارش یک انجمن ضد تبعیض در اتریش پس از مسائل نجات پرستانه اسلام ستیزی بیشترین عامل تبعیض در نظام آموزش و پرورش این کشور است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. انجمن برابری علیه تبعیض در آموزش و پرورش اتریش که فعالیت را در زمینه تبعیض در مؤسسات آموزشی این کشور انجام می دهد اعلام کرد که در سال گذشته 186 مورد تبعیض در این کشور وجود داشته است. این انجمن اخیرا نتایج گزارش خود درباره تبعیض در نظام آموزش و پرورش اتریش در سال 2020 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی با وجود اینکه آموزش حضوری در راستای دستورالعمل های پیشگیری از شیوع کرونا به حالت تعلیق در آمده بود 186 مورد تبعیض ثبت شده و این در حالی است که در سال 2019 تبعیض به 403 مورد رسیده بود انجمن برابری در برابر تبعیض در آموزش و پرورش اتریش گفت کاهش 54 درصدی موارد تبعیض در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 به دلیل به تعلیق در آمدن آموزش حضوری بوده است. درباره انواع تبعیض در آموزش و پرورش اتریش در این گزارش آمده است که 74 درصد موارد به دلایل نژادی، 15 درصد به دلیل اسلام ستیزی و 11 درصد به دلایل مختلف دیگر بوده است. در این گزارش تاکید شده که 63 درصد از عاملان مرتکب تبعیض معلمان بودند و 20 درصد هم دانش آموزان و 7 درصد دیگر مدیران مدارس بودند و تنها یک درصد از عوامل ارتکاب تبعیض به دلیل جرایم خود مجازات شدند و بقیه مجازات نشدند. سونیا زعفرانی مدیر انجمن برابری علیه تبعیض میگوید که این انجمن از پنج سال پیش فعالیت هایی را درباره دانش آموزان و معلمانی که در نظام آموزش و پرورش این کشور به دلیل دین، ملیت، فرهنگ، نژاد یا دیگر دلایل مورد تبعیض واقع می شوند انجام داده است. طبق آمارهای رسمی، کشور اتریش بیش از 600 هزار مسلمان دارد و مسلمانان این کشور در معرض اسلام ستیزی گسترده و شدیدی قرار دارند.